این گرد همایی مورد حمایت شمار زیادی از جوامع ایرانی در اروپا، سازمان های حقوق بشری و سندیکاها و کمیته های پارلمانی و شهردارانی از مناطق پاریس و شهرهای ایلدو فرانس قرار گرفت. آسوشیتد پرس چندین هزار نفر از حامیان گروه اپوزیسیون ایران در پاریس راهپیمایی کردند و خواهان خاتمه یافتن رژیم آخوندی در ایران شدند. تدابیر امنیتی هین این گرد همایی و راهپیمایی شدید بود. خبرگزاری آسوشیت پرس 8 فوریه 2019 پاریس. چهل سال بعد از سرنگونی سلطنت در ایران، چندین هزار نفر از حامیان گروه اپوزیسیون تبییدی ایران در پاریس راهپیمایی کردند و خواهان خاتمه یافتن رژیم آخوندی در ایران شدند. مجاهدین خلق همراه با سلسله از سخنرانی ها پیشا پیش به تجمع جمع پیوستند. سخنران ها سیاست مداران سابق فرانسه تا نخست وزیر سابق الجزایر و یک شخصیت اپوزیسون سوریه را شامل می شدند. جمعیت شرکت کننده پسترهای مریم رجوی و مسعود رجوی را در دست داشتند. تدابیر امنیتی هین این گرد همایی و راهپیمایی شدید بود. تجمع سالانه این گروه در سال گذشته هدف یک توتعی بومگذاری قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیت پرس همچنین تصاویر مختلفی از تظاهرات پاریس مخابره کرد. حامیان مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران، در پاریس در چهلومی سارگرد انقلاب ایران تظاهرات می کنند. تظاهرکنندگان پسترهای مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران را طی یک حرکت اعتراضی در پاریس در 8 فوریه 2019 در روز جمعه در چهلمین سالگرد انقلاب ایران در دست حمل می کنند و پرچم ایران را تکان می دهند. آژانس عکس خبرگزاری فرانسه با مخابره عکس‌های متعدد از تظاهرات ایرانیان در پاریس نوشت پاریس 8 فوریه 2019 مریم رجوی، پرزیدنت منتخب مقاومت ایران، در چهلومین سالگرد انقلاب ایران در پیامی ویدئویی به تظاهرات ایرانیان در پاریس روز جمعه 8 فوریه 2019 گفت سیاست مماشات فرصتهای بیشماری برای بقای رژیم ایران به وجود آورد و به خصوص با سرکوب و لیزگذاری و محدودسازی مقاومت ایران راه تغییر در ایران را بست. شرکت کنندگان در تظاهرات تصاویر مریم رجوی و پرچمهای ایران را در خلال تظاهرات اپوزیسیون ایران در دست دارند. گتی ایمیج آژانس تصویر خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت شرکت کنندگان در تظاهرات 8 فوریه 2019 در پاریس از روی تصاویر حسن روحانی رئیس جمهوری رژیم ایران و علی خامنه ای ولی فقیه رژیم ایران در خلال تظاهرات اپوزیسیون تبعیدی ایران راه می‌روند. واشنگتن تایمز نوشت چندین هزار نفر از حامیان و اپوزیسیون ایران در پاریس دست به راهپیمایی زدند و خواهان خاتمه یافتن رژیم آخوندی شدند. جمعیت حاضر پسترهای مریم رجوی و مسعود رجوی را در دست داشتند. قبل از شروع راهپیمایی، شماری از سیاستمداران سابق و فعلی فرانسه تا نخست سابق الجزایر و یک شخصیت اپوزیسیون سوریه سخنرانی کردند. در جریان این تجمع و راهپیمایی تدابیر امنیتی در ناحیه غرب پاریس شدید بود تجمع سالانه این گروه در سال گذشته هدف یک توطعه بمبگذاری قرار گرفت که با دستگیری ها خونسا گردید در همین رابطه یک دیپلمات ایرانی مستقر در اتریش در بلژیک در بازداشت به سر میبرد فاکس نیوز طی گزارشی از تظاهرات پاریس گفت هواداران مریم رجبی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه 8 فوریه 2019 در پاریس تظاهرات کردند فاکس نیوز با اشاره به تدابیر امنیتی در پاریس و تلاش شکست خورده رژیم آخوندی برای انفجار در گرد همایی مقاومت ایران در خرداد گذشته که به دستگیری یک دیپلمات تروریست این رژیم منجر شد افسود ژان پیر میشل سناتور سابق فرانسه یکی از سخنرانان بود که طی مصاحبه گفت فکر می کنم ایالات متحده در رابطه با رژیم ایران در مسیر درستی است. او اروپایی ها را به خاطر سیاست نرمتر نسبت به رژیم ایران مورد سرزنش قرار داد. سناتور میشل مقاومت ایران را به خاطر داشتن یک زن در رهبریش ستود. زنی که میگوید خواهان دموکراسی و جدایی دین از دولت در ایران آینده می باشد. تلویزیون اسکای نیوز هشتم فوریه 2019 اپوزیسیون ایران در پایتخت فرانسه پاریس تظاهراتی در اعتراض به عملکردهای رژیم ایران برگزار کرد. در این تظاهرات که به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران برگزار شده بود، عملکردهای تروریستی رژیم آخوندها در سرزمینهای اروپا علیه اپوزیسیون ایران محکوم شد. خبرنگار اسکای نیوز از تظاهرات پاریس گفت: ما هم اکنون در میدان دانفر یکی از بزرگترین میدانهای پاریس در میان تظاهرات بزرگی که توسط اپوزیسیون ایران تدارک دیده شده حضور داریم. تظاهرکنندگان کنندگان از کشورهای اتحادیه اروپا خواستار قطع کامل روابط با رژیم ایران هستند که یک رژیم تروریستی شناخته می شود که در حال حاضر مرزهای ایران و خاورمیانه را در نوردیده و به خاک اروپا رسیده است. و شما میدانید اروپا تعدادی از مسئولین رژیم ایران و اخیرا یکی از عناصر وزارت اطلاعات را تا به حال در لیست تروریستی قرار داده است. تزار خواستار قطع کامل روابط با این رژیم هستند و تاکید می کنند که در چهلومین سالگرد انقلاب مردم ایران اپوزیسیون ایران توان این را دارد که این رژیم تروریستی را که دلایل کافی و زیادی برای اثبات تروریسم آن به ویژه در اروپا وجود دارد کنار زده و ایران را بازسازی کرده و از نو بنا نماید. همکنون در این تظاهرات پیام مریم رجوی نیز در حال پخش است و خواستار قرار دادن نیروهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران در لیست تروریستی آمریکا و اروپا شدند. مریم رجوی همچنین تاکید کرد که اروپا در این رابطه مسئولیت مضاعف دارد. به خاطر اینکه تا به حال در قبال این رژیم سیاست مماشات در پیش داشته است. بنابراین بایستی این سیاست متوقف گردد.